سلام و درود بر شما بینندگان ارجمند شبکه جهانی اندیشه در هر نقطه این کره خاکی که قادر به دریافت تصویر و صدای این شبکه جهانی هستید. فرامرز فروزنده هستم و با برنامه دیگری از مجموعه همصدایی به اتفاق همکارانم افشار و پیمان در خدمت شما بینندگان عزیز. خاطرتون باشه دیروز یا پریروز بود که در مورد اعتصاب کارگران معدن بافق با شما صحبت کردم. امروز خبر جالبی به دستم رسیده. اجازه بدید این خبر رو برای شما بخوانم. خبر تلخی است ولی در این حال خبر خنده‌داری هم هست و دلیل خندیدن به این خبر رو هم در عین تلخیش خب خدمتتون عرض خواهم کرد. میگوید که تعداد دیگری از کارگران معدن سنگ آهن بافق به جمع خانواده‌های کارگران بازداشتی در مقابل فرمانداری این شهرستان یعنی شهرستان بافق پیوستند. یکی از کارگران معدن بافق با اعلام این خبر گفت معدنچیان که با استفاده از سرویس های رفت و برگشت معدن در مقابل فرمانداری حاضر شدند در این تجمع بار دیگر حمایت خودشون رو از همکاران بازداشتی خودشون اعلام کردند. در همین رابطه بستگان یکی از کارگران بازداشت شده گفته است که از همان روز اول مسئولان با آزادی کارگران به قید وثیقه موافق بودند، اما خانواده های بازداشت شدگان زیر بار نمی رفتند. نکته خنده‌دار همینجاست، کارگران آمدن اعتراض کردند، بعد این اعتراض مثل یه مجرم به زندان می افتند و بعد برای آزادیشون باید وثیقه گذاشته بشه که بیان بیرون. حالا چقدر هست این وثیقه ها؟ اعلام کردند که برای آقای تشکری یکی از کارگران معدن و رئیس شورای اسلامی شهر بافق است، مبلغ 60 میلیون تومان وثیقه تعیین شده و برای هر یک از 7 کارگر بازداشت شده دیگر مبلغ 50 میلیون تومان وثیقه تعیین شده. امروز کماکان گفتگو ادامه داره بین فرمانداری و خانواده های کارگران و خانواده های کارگران معتقدند به این که اصولاً پرداخت وثیقه برای اینها یک نوع توهینه، اینا از حقی که در قانون اساسی داشتند استفاده کردن و اعتراض کارگری خودشون ابراز کردن. اینها آزاد شدنشون نباید در گروه پرداخت وثیقه باشه. شما توجه بفرمایید 7 کارگر هر کدوم 50 میلیون تومان. البته 50 میلیون تومان فکر نمی‌کنم چیزی باشه برای اونهایی که در ایران در برج‌های خودشون زندگی میکنن، ولی برای کارگرها پول هنگفتی است و یکیشون هم که قرار شده که 60 میلیون تومان باشه. خب این پول رو باید بدن برای اینکه دولت راحتشون بذاره، برای اینکه از زندان قوه قضاییه راحتشون بذاره، فعلا از زندان بیان بیرون تا به جرمشون رسیدگی بشه. به همین جد هم خنده داره خبر، هم واقعا دردناک و تلخ. حالا من نمیدونم اگر یه عده‌ای پیدا بشن در خارج از کشور که این وثیقه ها رو بسپرن و حاضر بشن این پولا رو بدن که این کارگرها آزاد بشن، آیا واقعا این کارگرها اتهام ارتباط با خارج از کشور بهشون نمیخوره؟ یعنی مشکل تازه‌ای بر مشکلات اینها اضافه نمیشه؟ و اما در کنار این خبر، خبر دیگری به دستم رسیده که فوق‌العاده جالبه و اون اظهار نظر آیت الله سید هاشمی حسینی بروجردی است. ایشون که مدیر حوزه های علمیه هست ابراز تأسف کرده که در برخی مهد کودک‌ها به جای انتقال فرهنگ اهل بیت با رقص و موسیقی کودکان رو تغذیه می‌کنند و گفته این یک فاجعه بزرگ هست و به هر حال اظهار کرده که برای کودکان ما سرمشقی داریم اصولا برای تعلیم و تربیت و اون الگوی مناسب الگویی است که قرآن در اختیار ما گذاشته و اهل بیت اون رو در اختیار ما گذاشتند. کودکان ما نباید به این اعمال فاجعه بار یعنی رقصیدن و آواز خوندن و خلاصه اینو فعالیت ها در مدارس بپردازند. از همون اول تا آخر باید دعای اهل قبور بخونند و به اصطلاح کودکان ما باید از اهل بیت سرمشق بگیرند. اما خبر بسیار تأسف‌بار دیگه‌ای که از ایران به گوشمون میرسه این است که تسهیلات فراهم شده بانکی در ایران
قادر به کاهش بیکاری در طول این دو دهه نبوده، یعنی در این 20 سال اخیر، به طوری که نرخ بیکاری در مردان بین 20 تا 24 سال از 15% در سال 1996 به بیش از 25% در سال 2011 رسیده و در بین زنان از 20% در سال 1996 به حدود 50% در سال 2011 افزایش پیدا کرده. یعنی ما میریم به اون طرف که خانم ها حتی المقدور خانه نشین بشند و شیران نر فقط بزایند برای مردان جهان اسلام. و اما خبر دیگر مربوط است به وضعیت محیط زیست ایران. آقای روبرت بگلریان عضو کمیسیون انرژی مجلس ایران گفته است که وضعیت آب کشور بحرانی تر از اون چیزی است که به اطلاع مردم میرسه. ناصر کرمی اقلیم شناس و استاد دانشگاه نروژ، ایرانی دانشگاه نروژ، که چندی قبل من با او دو مصاحبه داشتم که فوق العاده مورد توجه شما بینندگان عزیز قرار گرفت، اظهار کرده است که ایران در حال تبدیل شدن به سرزمینی شبیه سومالی هست. کرمی میگه که حفر صدها هزار حلقه چاه غیر مجاز دشتهای ایران رو به خشکسالی میکشونه و منجر میشه که بیابانهای وسیع در ایران به وجود بیاد، بیابانهای لمیزرعی که احیای اونها تقریبا میشود گفت غیر ممکن خواهد بود. و اما با اینکه چندین روز از درگذشت بانو سیمین بهبهانی میگذرد، اما کماکان در نقاط مختلف آمریکا و نقاط مختلف جهان مجالس یادبود این بانوی غزل ایران و زن آزاده‌ای که شاید بیش از شعرش شجاعتش در بعد از انقلاب و ایستادنش و الگو شدنش برای زنان ایرانی برای جرأت و جسارت و مقاومت کماکان برگزار میشه. از آخرین جلساتی که برگزار خواهد شد روز همین یک شنبه‌ای که میاد 31 ماه آگست از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر در شمال کالیفرنیا در شهر سانیویل در رستوران فز، در سالن سرپوشیده رستوران فز، یک مجلس یادبود بسیار آبرومند در یادمان خانم سیمین بهبهانی برگزار می شود و عده‌ای از اهل سخن در این مجلس شرکت خواهند کرد و آثاری از او پخش خواهد شد. قبل از اینکه به برنامه امشب برسیم، یعنی گفتگو با جناب حشمت رئیسی، از شما میخوام که آخرین ویدیویی رو که در رابطه با سیمین بانو به دست من رسیده است و این رو ساعتی قبل آقای امیر صبوری از نیویورک برای من فرستاد و نوه خانم سیمین بهبهانی هم در تهیه اون نقش داشته است، این رو برای شما پخش بکنم و بعد به آلمان بریم و گفتگومون رو در مورد گرایش‌های ایرانی با جناب حشمت رئیسی آغاز بکنیم. نکته‌ای که باید بهش توجه بفرمایید این است که این چهارمین گفتگو هست با جناب حشمت رئیسی در مورد گرایش‌های ایرانی. بله، اون اولی در مورد گرایش‌های ایرانی نبود، اتاق فرمان به من اشاره می‌کنم پنجمی، ولی اولین گفتگوی من در مورد گرایش‌های ایرانی با ایشون نبود. به هر حال فرق نمیکنه چهار یا پنج، اما با او صحبت خواهیم کرد و توجه شما رو قبل از اون به این ویدیوی بسیار جالب جلب میکنم، ویدیوی درخشان که کار زیادی روی اون شده و یکی بر اساس یکی از اشعار سیمین بهبهانی است و قطعی رو که او چهار یا پنج سال قبل اجرا کرده است در پایان ویدیو شما ملاحظه میکنید. جلسه یادمان سیمین بهبهانی در شمال کالیفرنیا شهر سانیویل روز یک شنبه 31 ماه آگوست از ساعت 3 تا 6 بعد از ظهر رو فراموش نکنید.
من با صدای تو میخوانم، من با صدای تو میخوانم، در آج آبی باورها دارد ترانه پروازم، دارد ترانه پروازم، تحریر بال کبوترها، تحریر بال کبوترها. یک متر و هفتاد صدم افراشت قامت سخنم، یک متر و هفتاد صدم از شعر این خانه منم، یک متر و هفتاد صدم پاکیزگی ساده دلی جان دلارای غزل جسم شکیبای زنم. زشت است اگر سیرت من خود را در او می نگری، هیها که سنگم نزنی آینه ام می شکن. از جای برخیزم اگر پرسایه ام بیدبنم، بر خاک بنشینم اگر فرش ظریفم چمنم. یک مغز و صد بیم اساس فکر است در چار قدم، یک قلب و صد شور هوس شعر است در پیرهنم. بر ریشه ام تیش مزن حیف است افتادن من، در خشک ساران شما سبزم بلوطم کهنم. ای جملگی دشمن من جز حق چه گفتم به سخن، پاداش دشنام شما آهی به نفرین نزنم. انگار من زادمتان کژتاب و بدخوی و رمان، دست از شما گر بکشم مهر از شما بر نکنم.
انگار من زادمتان، ماری که نیشم بزند. من جز مدارا چه کنم با پاره جان و تنم؟ 70 سال این گل جا ماندم که از کف نرود. 1.70 متر گورم به خاک وطنم، گورم به خاک وطنم. بینندگان عزیز، بعد از مشاهده این قطعه زیبا برمیگردیم و در خدمت شما هستیم. حقیقت چه بخواید که یه دوره‌ای در برنامه‌های من اونچه که نظر ایده بسیاری از بینندگان جلب می‌کرد یه قطعه موسیقی بود که حتما برای 1.5 ساعت انتخاب می‌کردم، اما مدتی است این کار رو نکردم و بعضی از دوستانم و بینندگان برنامه‌ها از این بابت گله دارن. امیدوارم که در آینده بشه قطعه‌ای رو متناسب با مضمون برنامه یا اصولاً حال و هوای همصدایی پیدا کرد و پخش کرد، مثل این قطعه که برای اولین بار بود در شبکه‌های تلویزیونی پخش میشد. امشب در خدمت جناب حشمت رئیسی هستم مثل هفته‌های گذشته و این گفتگو رو تا جایی ادامه میدیم که به یک سرانجامی برسه و بتونیم راه حلی برای مسائل امروز کشور خودمون بتونیم پیدا بکنیم. البته نه اینکه ما نسخه بپیچیم کاری بخوایم بکنیم، نه، ولی به عنوان یک از ایرانی ها، دو تا از ایرانی ها، همه همکاران هموطنانی که شرکت میکنن، پرسش میکنن، اظهار نظر میکنن، قاعدتا سهم بسیار بسیار کوچکی و مشخصی رو در این حرکت به سوی جلو ایفا بکنیم. در این دورانی که حقیقتش بعضی وقتا این گفتگوها مایوس کننده است، برای اینکه دوران داعش هست و بوکو حرام هست و بوکو حلال هست و همه ایناست و نمیدونم چجوری میشه سازگار شد با این شرایط و زمانه رو درست درک کرد و کاری رو کرد که کمک بکنه به جلو رفتن کشور ما و نجات پیدا کردنش و آزاد شدنش از دست یک حکومت آخوندی که 36 سال پیش به دست خود ما به روی کار آمد و 26 سال ما میخوایم، اگرچه یه هدف درستی رو داشتیم، رها شدن از دست یک حکومت استبدادی و خفقانی که همه چیز رو برای مردم میخواست بجز توسعه سیاسی، یعنی حکومت محمد رضا شاه پهلوی دارای این ویژگی بود و از نظر اقتصادی، از نظر فرهنگی، از نظر هنری، جنبه‌های مختلف توسعه اجتماعی، حکومت پهلوی، حکومت محمد رضا شاه پهلوی یک حکومت مدرن بود. اما از نظر توسعه سیاسی محمد رضا شاه پهلوی اعتقادی به توسعه سیاسی نداشت، اعتقادی به رأی مردم نداشت. در همه جهان تا امروز هم همینه، زنان برای گرفتن حقوقشون تلاش های بسیاری کردند، اما زنان در ایران درسته که این تلاش ها رو کرده بودند، ولی هرگز فکر نمی کردند که یک شبه بر اساس قانون حقوقی رو پیدا بکنند که قبل از اون از اون محروم بودند. و در سایر کشورها زنان سالها مبارزه خیلی جدی رو کرده بودند که به این هدف برسند. من فکر میکنم حکومت محمد رضا شاه پهلوی اگرچه اشتباه بزرگی در زمینه انسداد توسعه سیاسی ایران کرد، ولی از نظر توسعه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و هنری و جنبه های مختلفی که به یک جامعه مدرن ارتباط پیدا میکنه، یک حکومت درخشان بود به تناسب زمانه خودش. و امروز بعد از 36 سال وقتی ارزیابی میکنید، میبینید شاید میشد راه دیگری پیدا کرد برای اینکه ایرانگرایی و مدرنیته رو که مورد توجه اون سیستم هم بود در جامعه جا انداخت. در گفتگوی هفته قبل خودم با آقای حشمت رئیسی، ما بر سر نقش این که خب مقصرین قضیه کیا بودند
آقای حشمت رئیسی معتقد بودند که روشنفکران ایران بودند و من معتقد بودم که روشنفکران ایران در بستر سازمان‌های سیاسی بودند و نام حزب توده به میان آمد که اساس این تفرقه بین حکومت و مردم و روشنفکران رو پایه گذاشت. از این جدل که بگذریم، چون به هر حال بهش زمان گذشته، امروز ما در مقابل دنیایی قرار داریم که با سرعت هرچه بیشتری در حال حرکت هست و باید فکری کرد، باید این 70 و چند میلیون یا نزدیک به 80 میلیون جمعیت ایران به هر حال باید راهی برای نجات پیدا بکنند، وگرنه آینده ایران به همون اندازه وخیم هست که آینده عراق هست، آینده سایر کشورهای منطقه خاورمیانه هست، مگر اینکه فرهیختگان این جامعه که کم هم نیستند به هر حال به راهی برسند که بتونن کشور رو نجات بدن. چطور میشه این کار رو کرد؟ مگر اینکه ما گرایش های ایرانی رو بشناسیم، بدونیم در فرهنگ ما تا چه حد امکان برخورداری از میراث فرهنگیمون در حرکت به جلومون هست، تا چه حد ما باید در این حرکتی که میکنیم چشم به جهان مدرن داشته باشیم، این رو چگونه با ریشه های فرهنگ ملی خودمون باید بیامیزیم، سهم اسلام دین اکثریت ما در ادامه این حرکت تا کجاست؟ آیا اسلام دور ریختنی است در کشور ما؟ مطلقاً چنین چیزی نیست و اسلام دور ریختنی نیست. اجازه بدید که گفتگو رو از همون جایی که هفته قبل قطع شد ادامه بدیم با آقای حشمت رئیسی و من به ایشون در آغاز سلام بکنم در کشور آلمان. جناب حشمت رئیسی درود بر شما. درود بر شما جناب. من صدای آقای رئیسی رو ندارم. آقای رئیسی صدای من دارید؟ درود بر شما جناب فروزنده. قدری صدا رو بلندتر کنید که من بشنوم آقای رئیسی چی می‌فرمایند. درود بر شما آقای فروزنده، صدای من رو داری؟ بله صدا رو دارم. آقای رئیسی اجازه بدید بحث رو از همون جایی که در هفته گذشته نیمه تمام رها کردیم ادامه بدیم. ما رسیدیم به گفتمان‌های که برای گفتمان‌های ایرانگرا، گفتمان‌های اینو تقسیم بندی کردیم، انواع گفتمان رو به گفتمان مذهبی، گفتگان یعنی اسلامگرا، قومگرا و گفتمان ایرانگرا. بعد سری نقل زدیم رسیدیم به دوران پهلوی و رسیدیم به دوران محمد رضا شاه پهلوی و رضا شاه و محمد رضا شاه پهلوی، چون حقیقتش دوره این پدر و پسر یک دوره است که یک پرانتز بسیار مهم در تاریخ ایران باز میشه و پرانتزی که کاملا پیداست محتوای متفاوتش نسبت به دوران قبلش، یعنی دوران قاجار، و دوران بعدش که تازه به کمک مردم به روی کار آمد، یعنی جمهوری اسلامی. و شما گفتید که نظام پهلوی در مدرنیزاسیون ایران موفق بود اما در نهادینه کردن مدرنیته موفق نبود. حالا پرسش من از شما اینه در آغاز و خواهش هم میکنم که من پرسشامو کوتاه بکنم، شما کوتاه و جواب منو بدین که بیشتر دایلوگ داشته باشیم. به من بفرمایید که علت اصلی عدم توفیق پهلوی یا پهلویزم در ایران در استقرار مدرنیته چی بود؟ من عرض کردم خدمت شما در هفته‌های گذشته که به اصطلاح تفکر مدر بر اصولی استوار هست که بدون فهم اون و درک اون و پیاده کردن اون امکان نداره. یعنی چهار اصل داره به قول آقای هوب هابرماس، فیلسوف اندیشمند آلمانی که هنوز یکی از تنها فیلسوفان یا یکی از فیلسوفان برجسته جهانه که بر استمرار مدرنیته تأکید داره و نه اینکه مدرنیته به بن‌بست رسیده و پایان کار است، آن چیزی که پست مدرن ها میگوین. ایشون معتقد است که فردیت
رکن اصلی اولیه تحقق مدرنیته است، دوم حق انتقاد است، سوم خودمختاری کنش است و چهارم فلسفه آرمان خواهانه است. یعنی جامعه‌ای که این چهار اصل درش تحقق پیدا بکنن وارد مدرنیته میشه و یا مراحل گوناگون اون رو طی میکنه. من فکر میکنم در جامعه ایران بر بستر مسائل شکل گرفتی تاریخی، فردیت به مفهوم مدرنش پیاده نشد، تحقق پیدا نکرد و اون ارتباط مستقیم با فلسفه نقاد داره، تفکر انتقادی، شک فرضی و الی آخر، و ریشه اون در مالکیت هست. یعنی ما در تا سال 42 تو ایران جامعه ما اربابور رای جناب رئیسی، فاصله میکروفون با دهان شما خیلی کمه. دو، اینکه سیمی که وصل به کامپیوتر قطع و وصل میشه، اون رو هم اگه دقت بفرمایید ممنون میشم. بفرمایید. خدمت شما داشت عرض بکردم تا سال 42 تو مملکت ما سیستم ارباب و رعیتی هست، یعنی فرد هنوز به آزادی نرسیده که به اصطلاح بتونه فردیت بالای خودش رو به اثبات برسونه. این از نواقص اساسی است که از انقلاب مشروطیت در این ایران تداوم پیدا کرد، چرا که پیشفرض هر مدرنیزاسیونی و ادامه اون در ارتباط با مدرنیته آزادی فرد است. یا در سال تا سال 42 هنوز نصف جامعه ایران با مناسبات ما قبل سرمایه داری و اینها توزیع داده می شد، یعنی زنان ایران آزادی نداشتن و به همین دلیل این فاصله بسیار کوت، این که خب انقلاب مشروطیت به این وظایفش عمل نکرد کاملا مشخصه. یعنی نیروی قدرتمندی در قدرت سیاسی بود چه در دوران رضا شاه و چه در دوران محمد رضا شاه از مناسبات ما قبل سرمایه‌داری فئودالی در نه تنها در شیوه تولید که همانا کشاورزی مبتنی بر ارباب رعیتی است، از مناسبات فرهنگی ما قبل سرمایه‌داری دفاع میکرد. 64 درصد نمایندگان مجلس ایران تا سال 42 چی میگن فئودال ها بودن، خان ها و فئودال ها بودن و اینها متحدین قدرتمند داشتن در روحانیت و در بازار، که این مجموعه سگانه از یک سیستم فکری، اندیشه‌ای، حقوقی، اخلاقی و پدرسالار دفاع میکردن برای تثبیت او. با توجه به این توضیحات وقتی که ما پروسه صد اندی سال انقلاب مشروطیت رو دنبال میکنیم، این وظیفه کلیدی که همانا ایجاد فردیت هست شکل نگرفت. یعنی من میاندیشم پس هستم و این منیت دکارتی یا منیت مدر شکل نگرفت، بسیار ضعیف هست در جامعه. بخش اعظم جامعه هنوز مقدمات اولیه ورود به این عرصه در عرصه نظری رو هنوز نداره، که همانا باسواد شدن هست، همانا به اصطلاح مقدمات اولیهش هست. تا سال 42 اینا، یعنی من میتونم بگم که سال 42 هست که نقطه عطف یک انقلاب صنعتی تازه تو ایران هست، انقلاب صنعتی که قبل از اون انقلاب فکری صورت نگرفته، انقلاب فرهنگی صورت نگرفته. این پیدا قبل از اینکه در اروپا انقلاب سیاسی کنن مثل انقلاب فرانسه، قبلا انقلاب فکری، انقلاب فرهنگی اینها صورت گرفته و بعد از اون انقلاب سیاسی میکنن. مال ما توی کشور ما به دلیل اینکه پروسه ملت سازی از بالا بود نه از پایین و اراده گرایانه بود، چون ملت سازی گفتم یه فرایند است، یعنی یک پروسه ممکن 100 سال طول بکشه که ملت به یک ملت بلوغ یافته تبدیل بشه. متاسفانه تو این روند به اصطلاح که بستر عینی داشت نیروی قدرت این روند رو تسریع نکرد، در یه سری ابعاد کرد،
یعنی اینکه مثلا فرض کن با سواد بشن مردم، پیش شرط فکر کردنه، پیش شرط اندیشیدنه. ولی من فکر میکنم که در عرصه نفردیت روش کرد با تفکر انتقادی. اینا دو نوع فکر است، فکر ابزاری بهش میگن که ملت دولت سازه، تمدن سازه. تو ایران هم پهلوی اول و هم پهلوی دوم این کار رو خوب انجام دادن یا نسبتا خوب انجام دادن، ولی فکر نقاد که ملت سازه، فرهنگ سازه، مورد بیمهری واقع شد. و این پدیده است که ملت بلوغ یافته نمیشه، ملت فرهیخته نمیشه، ملتی عقلگرا، ملتی آینده نگر نمیشه، در نتیجه به میراث میچسبه، بازگشتگرا میشه یا احساسگرا میشه، و در نتیجه هر نیروی در هر شرایطی میتونه این احساسات رو تحریک کنه. و الاخر این پدیده بیماری کل خاورمیانه است، فقط هم مختص ایران نیست. در ترکیه هم کمالیست این کار رو به درستی انجام نده، تا از اونا موقعیتی به مراتب بهتر از ما داشتن، چرا که به اصطلاح چی میگن اصلاحات عرض در دوران در قرن 19 هم در امپراتوری ترکیه صورت گرفت. یعنی اون چیزی که امیر کبیر در ایران موفق بود در ترکیه پیش رفت، مدارس مدرن از قرن 19 هم شروع شد، درست شدن انجمنها و الاخر. ولی با وجود این کمالیست چون از بالا فشار آورد، اون روند ملت سازی شو بلوغ پیدا نکرد. به خاطر همین هم است که الان در ترکیه نیروهای اسلامگرا یا امتگرا دوباره میتونن گفتمان خودشون رو که همانا امتگرایی و جامعه امتی است در مقابل ملتگرایی دولت ترکیه که روی هم بود وارد عرصه بشن. در مصر هم یه اتفاق افتاد، یعنی اونجا هم در بهترین حالت اگر بگیم تازه زودتر از ما، خاطر اینکه اونها در زمان ناپلئون که حمله کرد به مصر با این پدیده مدرن و مسائلی که وجود آمده بود آشنا شدن. گرچه ما در جنگ های قفقاز این آشنایی ضربتی رو به دست آوردیم، اونها جلوتر از ما با حمله ناپلئون، ولی بازم میبینیم که تفکر امتگرای، گفتمان امتگرای اخوان المسلمین در مصر نیروی اجتماعی قدرتمند میگیرن و قدرت به دست میگیرن. همین پدیده در عراق، سوریه. آقای رئیسی، خواهش میکنم با توجه به وقت بیاید سر ایران، برای اینکه وقت رو از دست میدیم. فقط خواستم این توضیح رو بدم که این پدیده ملتگرایی در خاورمیانه به خصوص در ایران کشور عزیز ما پیش نرفته. و اتفاقا اون چیزی که من امروز شاهدش هستم، پدیده ملتگرایی که جاذب است این گفتمان برای من، این است که برای نخستین بار از پایین داره اتفاق میفته. یعنی در جنبش های اجتماعی مثل جنبش کارگری، مثل جنبش زنان و جنبش های جوانان و اندیشه ملتگرایی در بستر جامعه پیش میره. چرا که در صورت گفتمان ها که عرض کردم برای یک پیکربندی اجتماعی شکل میگیره، بستر داره، اختراع کسی نیست. یعنی مثلا گفتمان اسلامی که در ایران شکل گرفت وارداتی نیست، بلکه 1400 سال اسلام در این مملکت نظریه پردازی کرده، اشکال گوناگون به خودش گرفته. یا گفتمان قومی هم همینطور، زمینه تاریخی بعد در بسترهای معینی داره. این نظر گفتمان ایرانگرایی که من این پروژه رو دنبال میکنم و باورمندم بهش، این است که به اصطلاح در وضعیت جدید ما باید اون گفتمانهای ملیگرایی که حداقل از پیش از انقلاب مشروطه اندیشه شروع شد ترویج شدن تا امروز، باید ببینیم که چرا موفق نبودن. اول شکست رو بررسی کنیم، چرا که سه روی کرد بوده تا حالا مورد بررسی قرار گرفته. یکی من بهش میگم روی کرد تغییرزاده‌ای، چون بهتر از هر کسی که اون رو فرموله کرده، وگرنه پیشا تغییرزاده هم این اندیشه وجود داشت. یک گفتمان هست، گفتمان ملکم خانی که از انقلاب مشروطیت است. یک گفتمان هم هست که اسلامی است، شیخ فضل الله نوری پرچمدار اون هست، خمینی، آقای خمینی ادامه دهنده اون هست. گفتمان روی کرده
تغییرزاده را که بخوام خلاصه کنم این است که ما باید سر تا پا غربی بشویم، یعنی اون بستر مثل تاریخاً شکل گرفته جامعه رو که سنت ها هستند رو دور میزنه و به همین دلیل هم شاید بشه گفت به اصطلاح عصر پهلوی رو این گفتمان رفته جلو. خیلی از این مسائل داخلی رو چه در زمینه گفتمان اندیشه اسلامی و یا جامعه خود ما مورد توجه قرار نداده. گفتمان این شکست خورد در صورت با این وضعیتی که الان هست. گفتمان ملکم خانه گفتمان التقاطی هست که از خود انقلاب مشروطیه این التقاط در قانون اساسی رفت. از یک بر میل به مدر شدن داره، از یک بر پنج فقیر رو میذاره بالا تا این از لحاظ اسلامی کنترل کنه. این گفتمان التقاطی شکست خورد و ادامه دهندگانشون تا به امروز نهضت آزادی بود، جبهه ملی مذهبی هست که میخوان گفتمان اسلامی رو با گفتمان ایرانی و مدر همینطوری پیوند بدن و توجیه‌گرایانه هست. گفتمان شیخ فضل الله هم گفتمان حاکم هست که جامعه را به این فاجعه تمام عیار کشانده که فقه سالاره و آقای خمینی هم در تئوری ولایت فقیه تئوری دولت برای این گفتمان ساخت که به اصطلاح دیگه قدرت دینی موازی قدرت سیاسی مثل دوران مشروطیت نیست تکمیل کننده، بلکه قدرت سیاسی و قدرت دینی در هم ادغام شد و تحت نظریه تئوری دولت آقای خمینی تئوری ولایت فقیه یعنی در حقیقت همون خلافت به وجود آمد که قدرت دینی و دولتی در یه فرد خلاصه میشه. آقای رئیسی این سه گفتمان شکست خورده. بسیار خوب. چه گفتمانی باید بیاد که این گفتمان امید به پیروزی و موفقیت براش بشه حد زد؟ به خاطر اینکه الان من فکر میکنم که اگر بخوایم دوران پهلوی رو به یه شکل دیگری جمع‌بندی بکنیم و اون چرا که پهلوی ها به ایران آوردند یا علاقمند بودند به ایران بیارن، مدرنیزم، ناسیونالیسم و به مقدار زیادی سکولاریسم رو در این جامعه آوردن اما باقی نموندند. یعنی و امروز داریم نگاه میکنیم وقتی بعد از 36 سال بعد از سقوط محمد رضا شاه پهلوی به ایران نگاه میکنیم، آیا شما فکر نمیکنید درست است که اونها بیش از 55 سال نتونستن بر ایران حکومت بکنن و نتونستن مردم رو با خودشون هماهنگ بکنن، اما این مقاومتی که امروز در جامعه ایران میشه پایه های این مقاومت در همون دوران گذاشته شده. نمونهش مقاومت زنان ایرانه. زنان ایران امروز در ایران مقاومتی که دارن حاصل 55 سال یه بخش عمدهش دوران پهلویه و تلاش هایی که در اون دوران شده برای آزادی زنان، برای دادن عرصه اجتماعی به زنان، برای کشف حجاب، برای دادن حق رأی، این المان ها وجود داشته ولی به هر حال در نهایت جمهوری اسلامی اومده و زده و برده. حالا این اگر قرار باشد که به توفیقی برسیم در آینده، چون جوان ها که وای نمیسن، جامعه هم وای نمیسه و این سرعت حوادث و انواع حوادث مختلف ما رو باید به فکر وادار کنه که یک حرکت عملی رو واقعا شروع بکنیم. اگر قرار باشه یه جبهه ای از آزادی خواهان ایران تشکیل بشه، چه عناصری میتواند توسط این جبهه مطرح بشه که مردم رو هم بهش جلب بکنه و حرکتی رو بشه آغاز کرد؟ برای من جای تأسف آقای رئیسی اینه که میبینم امروز تمام سازمان‌های سیاسی و تمام رهبران سیاسی و تمام شخصیت‌های سیاسی برنامه‌ساز تلویزیونی شدند و فکر می‌کنن از طریق تلویزیون میشه سیستم رو عوض کرد، میشه از طریق تلویزیون میشه اطلاع داد، تحلیل داد، ولی تلویزیون سازمان سیاسی نیست، المان‌های سازمان سیاسی رو نداره. اگه قرار باشه جبهه‌ای تشکیل بشه، این جبهه چه المان‌هایی از گرایش ایرانی رو باید داشته باشه که احتمال توفیقش رو بیشتر بکنه؟
کاملا حرف شما منطقی است و دقیق که مثل نقش رسانه ها چیست، نقش فرهنگ سازان چیست، نقش سیاسیون چیست و نقش نظریه پردازان سیاسی خیلی به ندرت شاید در تاریخ اتفاق بیفته، خیلی به ندرت که مثلا این مجموعه ها در وجود یه فرد تجلی پیدا کنه، هم یه شخصیت برجسته فرهنگی ملی باشه در یک کشور و هم یه استراتژ باشه و هم یک نظریه پرداز و فیلسوف سیاسی باشه و الی آخر. متاسفانه جامعه ما دچار یک نابهنجاری عجیب شده که هر کس دستش به یک میکروفون رسید فکر میکنه که دیگه هم فیلسوف است، هم نظریه پرداز است، هم استراتژش، هم سازمانده است، هم فرهنگ سازه و الاخر، و مونولوگ میکنه با مردم. دیالوگی در کار نیست. گفتگو پیش شرط هر گفتمانی هست. هر نوع کلام، گفتار و نوشتار جریان اجتماعی هست. سرشت و سرشت و ماهیت و ساختار اجتماعی رو چیز میکنه. به همین دلیل وقتی که ما صحبت از گفتمان اسلام سیاسی میکنیم بر یک سری احکام مستواره، مثل تشکیل دولت اسلامی، کنار زدن حکومت سکولار، اجرای شریعت و احکام دین اسلام، استفاده از اسلام به منزله ایدئولوژی در راستای منویاتش و غیره و غیره و غیره. پس بنابراین وقتی که ما بحث گفتمان ملیگرایی را میکنیم، این گفتمان گفتمان قدرت نیست، بلکه توجیهگر و یا راهنمای قدرت، شکل‌گیری قدرت و یا به دست گرفتن قدرته و اجتماع و فرهنگ رو میسازه و یک کنش اجتماعی تبدیل میشه. گفتمان در اینجور مواقع حتی میتونه یه وظیفه ایدئولوژیک پیدا بکنه، عنصر بسیجگری، همونطور که گفتمان اسلامی با نظریات آقای شریعتی، دکتر شریعتی، خصلت ایدئولوژیک و تهاجمی به خودش گرفت. این نظر به اعتقاد من گفتمان هایی که عرض کردم در چارچوب ملیگرایی دیگه اون گفتمان های قبلی نواقصش آشکار شده. گفتمان ملیگرایی عظمت طلب عصر پهلوی، گفتمان ملیگرایی مبتنی بر خاک و خون که پانیرانیزم است، گفتمان ملیگرایی مصدق که گفتمان ضد استعماری و استقلال طلب هست، و گفتمان های التقاطی ملی مذهبی، اینا مصرف تاریخیش، عمر تاریخیش به سر آمده. به همین دلیلم ایرانگرایی جدید باید اون ما به ازاهای درست اون گفتمان ها رو بگیره، از آن خودش کنه و در نتیجه راه رو ادامه بده، یعنی نفی دیالکتیکی کنه، نه نفی فیزیکی، یعنی همه اینا رو باطل اعلام بکنه و بندازه دور، بلکه عناصری که هنوز کاربرد دارن برای به اصطلاح بستگی ملی، انسجام ملی و پیش ببره. متاسفانه تا کنون من فکر میکنم در چارچوب اپوزیسیون گفتمانی فراگیر من ندیدم. گفتمان ها در اپوزیسیون به اصطلاح مقطعی با ارتباط با ریشه های تاریخا شکل گرفته جامعه ما نداره، پیوند رو نمیبینم، به همین دلیلم نمیگیره. مثلا کسانی که فقط روی سکولاریسم هی مکس میکنن، باید این سکولاریسم و مسائل رو در یک گفتمان عامتر در جامعه ایران، انگار مثلا فرض کن جامعه ایران یه جامعه خونسا هست، این جامعه خونسا نیست، هر چیزی رو که بسا میخوان بهش تزریق کنن باید با اون روح و روان و سنت و آیین و بستر تاریخیش بخانه تا بگیره، و یا نه این نسخه رو آدم میبنیمیسه، این نسخه میتونه تحویل بده به مصر، تحویل بده به سوریه، تحویل بده به هر کشور دیگه، این چیزای عام هست، شرایط مشخص مفقود درش، و یا گروه ها و داستان ها شخص محور هستن، همه فکر میکنم بر حول یه شخص باید متحد بشن، در صورتی یا بر حول یک منشور اطلاعیه که ملت متحد نمیشن، بر حول یک گفتمان هست که ملت متحد میشن، که اینجا فلسفه سیاسی باید داشته باشه، اینجا باید مثل تئوری دولت داشته باشه،
نظریه حقوق داشته باشه، فرهنگ چی میشه، آینده چی میشه، همه اینها در دل این گفتمان میتونه معتقدینی به این گفتمان اون رو تبلیغ و ترویج کنم، کتاب ها در موردش بنویسم، سخنرانی های گسترده، یعنی این کثرت به وحدت تبدیل بشه، این پراکندگی به وحدت تبدیل بشه. جامعه ایرانی الان به اعتقاد من این بستر عینی گفتمان کاملا مشهوده، ولی نظریه پردازی نشده و این گروه های سیاسی به وظایف و رسالت خودشون عمل نکردن. عموما در به گروه های سکت تبدیل شدن، دایره حرکت اینها بسیار محدوده، فاقد گفتمان هستن. این پدیده رو من هم در چپ ببینم، هم در طیف وسط ببینم، هم در طیف راست ببینم. این وضعیت مشهوده و همین دلیل دچار سردرگمی هستن. جامعه بعضی وقتا احساس میکنم جلوتره در پراتیک. عملا این جنبش کارگری رو که من دارم رصد میکنم، کارگران از حس همدردی همشهریانشون کاملا برخوردار شدن، واکنش مستقیم داره نشون میدن. و یا وقتی که میلیون ها ایرانی رو میبینم سمتگیری کردن به طرف اون سنت های باستانی، سنت های نیک باستانی، معنی فلسفی داره این سخن. یعنی چی؟ یعنی به طرف اون آیین های شادزیستی ایران گرایی دارن میرن. چرا که رنسانس در دو محور صورت گرفت، یکی در بعد معرفت شناسی اپیستیمولوژی و یکی در بعد زیبایی شناسی بود. یعنی قرون وسطا، هزار سال تاریخ قرون وسطا در اروپا بر رنج سالاری استوار بود، هم سالاری. چرا؟ چون مسیح رنجید، رنج کشید در آقای رئیسی چوبه. آقای رئیسی بفرمایید، در میراث فرهنگی ما آیا اونقدر عنصر مفید وجود داره امروز که بتونه سیمان این ایران گرایی باشه، بشه رو اون چیزی رو ساخت؟ از تعارف بگذاریم، آیا واقعا از مجموعه همه چیزهایی که از قبل از اسلام باقی مونده، بیش از 1400 سال، 450 سال قبل از اومدن اسلام به ایران، ممکنه بفرمایید آیا واقعا ما چیزی داریم که بتونیم روی اون بیستیم؟ ما یه منشور حقوق بشر کوروش کبیر رو داریم، ما شاهنامه فردوسی رو داریم که البته در دوران اسلامی سروده شده، ولی خب به هر حال یکی از مبانی اساسی فرهنگ ملی ماست. ما این ملات از کجا باید بیاریم که روی اون شروع بکنیم این ساختمان رو ساختن؟ وگرنه دائما حرفامون کلیه و به هیچ جا نمیرسیم. کاملا سخن درستی است. ببینید، ما در مدرنیته غرب، من فکر میکنم سه تا نوع مدرنیته برجسته داریم که به اصطلاح موفق هم بوده نسبتا. یکی مدرنیته است که در انگلستان پیش رفت، یکی مدرنیته است که در فرانسه پیش رفت، یکی مدرنیته است که در آمریکا پیش رفت. مدرنیته مثلا انگلیسی فضیلت محوره، جامعه شناسی فضیلت رو اساس کار خودش قرار داده، که وقتی که میگیم فضیلت محوره، فضیلت های اجتماعی رو روش سرمایه گذاری کرده، مثل حس همدردی، حس نودوستی، حس انسان دوستی و رفت. در این مدرنیته ما تقابل خونینی بین خرد و ایمان رو نمیبینیم، که اون چیزی که در فرانسه اتفاق افتاد، که قتل کشتار سنگینی به وجود آورد، گیوتین اونجا هر روز عمل میکرد. به توضیح میدم، مثل مدرنیته آمریکایی آزادی محور هست و منشور اولیه حقوق بشر در اینجا تبیین شده. مدرنیته فرانسوی خرد محور هست، یعنی خرد به صورت انتزاعی آمده چیکار کرده؟ به اصطلاح عمل کرده و بر پایه عدالت هم رفته جلو، مساوی، تساوی، برابری، در نتیجه با خشونت‌های ویژه خودش عمل کرده. علتش هم
کلیسا خیلی مقاومت کرد در اینجا برای پیشرفت کار. ما عموماً نوع فرانسوی بسیار مدرنیته رو آشنا هستیم به لحاظ تئوریک از قبل از انقلاب مشروطیت به ایران آمد و به اصطلاح بعد از اون هم ادامه پیدا کرده به امروز هم همه نوشته ها و گفته ها بر پایه همین مدرنیته نوع فرانسوی انقلابی هست. جناب رئیسی برای آخری سوال در برنامه روز از جناب عالی، چون پیام های بازرگانی رو باید نگاه کنیم و خطا رو باز کنیم تا بیننده هم اگر پرسشی دارن مطرح کنن، اتفاقا جای خوبی رسیده این بحث. به نظر شما حالا با تأثیرات که شما میفرمایید ما از فرهنگ فرانسه گرفتیم، از مدرنیته نوع فرانسوی گرفتیم و غیره، شرایط امروز ایران، آزاد شدن مردم ایران از این اختاپوس مذهبی، جز عبور از دریای خون داره؟ به نظر من نداره. یعنی هزینه رسیدن به یک رنسانس واقعی ایرانی برای ما هزینه ارزانی نیست که از صندوق رأی رد بشه، از جویهای خون رد خواهد شد. شما حالا میخواید پاسخ منو بدید بعد پیام رو گوش بدید؟ این چون بحث فراز سنگین و خیلی خوب خطر. میخواید بحث رو همینجا نگه داریم؟ بحث رو همینجا نگه داریم چون این یه پرسش اساسیه. شاید من بی احتیاطی میکنم با طرح این نوع پرسش. نه اتفاقا خوب دارد ولی بیانگر یک نوع اندیشه در جامعه هستیم. ولی من فکر نمی کنم کشور من به آزادی برسه، اصلا امکان تغییر اساسی توش باشه، مگر اینکه چون ما با نیروی فاشیستی فناتیک مذهبی مسلح زورگوی آدمکش طرفیم. 36 سال این تجربه رو ثابت کرده. اینها با بفرما و بشین نخواهند رفت، خون میگیرن و خون هم قاعدتا خواهند داد. بینندگان عزیز، من طرفدار تئوری‌های پلپوت نیستم، ولی واقعیتی که حس میکنم، بالاخره یه روزی باید اینو میگفتم، در مقابل ما هست، واقعیت خیلی آرام و دلپذیری نیست و به این آسانی نخواهد بود. اجازه دارید پاسخ من نگه دارید، شما پیام ها رو نگاه کنیم، برگردیم با بینندگان صحبت کنیم، اینو بذاریم موضوع آغاز گفتگوی هفته آیندهمون با هم دیگه. آقای رئیسی با هم اجازه بدید پیام ها رو ببینیم. بینندگان عزیز، در خدمت آقای حشمت رئیسی هستیم در ادامه بحث گرایش های ایرانی. تلفن استودیوی تلویزیون 818-301-8000 هست و برای اینکه بتونید اگر خط تلفن اشغال باشه از طریق تکس با من تماس بگیرید، میتونید از تلفن 408-887-4985 استفاده بفرمایید. خواهش میکنم که در حد اقل زمان ممکن نقطه نظرتون رو بیان بفرمایید. مرسی. بفرمایید، خواهش میکنم. سلام علیکم، خسته نباشی شما و همچنین مهمان گرامی. جناب آقای رئیسی، اخیراً در رابطه با مسائل رنسانس ایرانی صحبت شده و خیلی هم راجع به مسئله کم و بیش در برنامه تلویزیونی صحبت میشه. آیا این رنسانس ایرانی با اون رنسانس اسلامی که جمهوری اسلامی توی این 35 سال با خصوصیات دینی و مذهبی افکار مردم رو به جهت اون مسائل اسلامی گرایش دادن چه تفاوتی داره؟ و اینکه وقتی شما از فرهنگ غرب سخن میگی، آیا این فرهنگ مدرنیزه که از نوع فرانسه و در دیگر کشورهای اروپایی با توجه به خصوصیات فکری و اخلاقی مردم ایران در حال حاضر به نظر شما این نوع فرهنگ در کجا چه موقعی قابل برداریه و تغییر رفتاری و کرداری مردم با توجه به سرشتارشون که نست امروز سرشتان بالا رفته تا چند از میتونه تحصیل گذار باشه؟ بفرمایید آقای رئیس. بله، در این زمینه من فکر میکنم هر کس به صدا نه قربان، شما کاری نداشته باشید. بله. من با اتاق فرمایید. هر کس و هر جریانی بازگشت به خیشتن رو بخواد فرموله کنه، یعنی بازگشت گرایی رو به یک روند
ذاتی تبدیل بکنه، من فکر میکنم خطرناک این بازگشت‌گرایی به خیشتن اسلامی ما باشه که تجربه 35 ساله شو دیدیم، چه بازگشت‌گرایی به خیشتن ایرانی ما باشه، هر دو نتیجهش یکی خواهد بود و اونم یک نوع قرائت فاشیستی از ایرانگرایی وجود میاد. همونطور که این بازگشت‌گرایی اسلامی هم همچون قرائت فاشیستی رو از اسلام آورد، چون فقط تنها قرائت آقای خمینی نیست که اسلام رو بازتاب میده، این هم یک نوع قرائته. در همون زمان آقای خمینی هم خیلی با نظرات اینشون در سطح فقها مخالفت داشتن، مثل حائری فرزند بنیانگذار حوزه علمیه قم، استاد دانشگاه در آمریکا و فلسفه و الهیات، و یا آقای آیت الله شریعت مداری و دیگران و دیگران. در مورد این نوع ایرانگرایی هم الان قرائت های گوناگون هست. اون قرائت هایی که به اصطلاح میل به انحصاری کردن ایرانگرایی در حد، چون یه سری هم حتی من میبینم ایرانگرایی رو محدود میکنم به طرفداران رژیم پهلوی و دایره را اینقدر تنگ میکنن که به جز خودشون و طرفدارانشون، حتی نه همه طرفدارانشون، کسی در اون نمیگنجه. ایرانگرایی باید آنچنان فراگیر باشه، نگاهش به آینده باشه نه به گذشته، بلکه از این میراث نیک گذشته برای رفتن به آینده توشه راه خودش قرار بده، نه بازگشت‌گرایی به عصر هخامنشی ما میخوایم بریم یا عصر ساسانی و یا گفتمانهای دینی عصر زرتشتی رو بخوایم زنده بکنیم و این رو تبدیل به فضیلت بکنیم، بلکه در مجموع اینها میراثی نهفته است که ما میتونیم چیکار بکنیم، توشه راه خودمون برای آینده، چون نگاه ما باید به آینده باشه. اگه ملتی میخوایم بشویم مطرح و ملتی که دارای بقا و حرکت هست، نگاه به آینده است. ملت‌های گذشته‌گرا ملت‌های بازنده هستن، این رو من تردیدی ندارم. سپاسگزارم آقای رئیسی. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما آقای فروزنده، درود بر آقای رئیسی. من یه سوال داشتم، البته نمیدونم درست طرحش میکنم یا نه، اما شما هم تا حدودی فکر کنم مطرحش کردید. ما ایرانیان بعد از ورود اسلام بازم سررشته اداره کشور رو دست گرفتیم، مرزهای کشور هم تا حدودی گسترش دادیم و این کار رو با اتحاد انجام دادیم، و دیگر اینکه در فرهنگ ما هم نام ایران و در ادبیات ما نام ایران زیاد اومده بود. همونطور که میدونی شاه اسماعیل صفوی هم ایران رو دوباره یک کشور ازش ساخت. چرا این گفتمان ملت سازی شکل نگرفت؟ یا اینکه این نظریه پردازی با اینکه ما این همه عارف و دانشمند داشتیم چرا شکل نگرفت؟ دلیلش چیه؟ و دوم اینکه آقای فروزنده، درود بر شما، که این چیزش میگه این تابوهای این سوالهایی رو که خیلی تابو هستن مطرح میکنیم، مثل همین سوالی که قبل از پیام‌های بازرگانی بود. عالیه، واقعا عالیه، اصلا نباید بترسیم، اینا باید انجام بشه، چون که منم مثل شما فکر کنم اینا نمیرن بدون خونریزی با تعارف و بسرنا غیر ممکنه برن. خیلی ممنون از شما، خیلی ممنون از آقای رئیس. خواهش میکنم، بفرمایید آقای رئیس. بله، این به اصطلاح شکل‌گیری ناسیون یه امر مربوط به عصر مدرن هست، یعنی شما نمیتونید توی جامعه فئودالی چیکار بکنید، ملت سازی بکنید، چون چیزی امکان نداره. به همین دلیل شرط ملت سازی اقتصاد واحد سرتاسری است که این رو انکشاف سرمایه‌داری به وجود میاره. به همین دلیل ممکنه شما در یه دوره ایده ملت مدرن رو هم داشته باشی و سعی کنید این ایده رو متحقق کنید، ولی مهمتر از ایده بسترهای عینی است که وجود داره. مثلا فرض کن در دوران فئودالی اقتصادهای بسته محل تا محل، ده به ده
هیچ ارتباط ارگانیک اقتصاد با هم ندارن. به عنوان مثال در آلمان واژه کارتوفیل یا سیب زمینی 400 نوع تلفظ داشت. هر محله بازار محلی دهات و یا هر محله یک نوع اصطلاح خودشو داشت. این اقتصاد سرمایه داری است که ضرورت مبادله وسیع ملی رو فراهم میکنه که چی هست؟ آقا یک واحد، یک مفهوم فقط، یک چی میگن کلمه به کار ببریم، بقیه کنار گذاشته میشه. یعنی اینجا زبان واحد به وجود میاد که دیگه هر ده و دهاتی برای خودش یه زبان را نندازه. پس بنابراین زبان رو هم به سمت یکی شدن میبره. مثلا فرض کن همین سربازگیری اجباری ارتش، مثلا فرض کن در دوران رضا شاه خوبی که کمک زیادی کرد به زبان فارسی، همه ایرانی ها در که مجبور بودن بیان سربازی که اجباری است و این و درست هم هست، مجبور بودن زبان فارسی رو با هم صیقل بدن و نزدیک کنن به هم، به تکامل زبان کمک میکنه. پس بنابراین بسترهای تاریخی برای ملت‌سازی ممکنه وجود داشته باشه، در ما ایرانیان بسیار قویه چون فرهنگ بزرگ تاریخی داریم، ولی ملت‌سازی جدید بر یه سری عناصر مشخص جدید استوار هست. با تفکر به اصطلاح امتگرا نمیخوانه. تفکر امتگرا در ایران تا قبل از سال 42 تفکر مسلط بوده. هی درست میگیم ملت ملت، ولی وقتی ارباب رعیتیت چه ناسیون ملی میخوای درست کنی؟ برای که بر فردیت استواره ملیت جدید، مثل آجرهای محکمی که از طریق آجرها میره چیه؟ ساختمان درست میشه، میره بالا. هر آجری هویت خودش رو، استقلال خودش رو داره، ولی تو پروژه امتسازی مثل دیوار کاگلیه، همه ادغام میشن. اینجا بر پایه ایمان قلبی با هم امت درست میشه، یک عمل عقلی نیست، بلکه در پروژه ملت‌سازی مدرن بر پایه عقلانیت فرد منفرد میشه و بعد اجتماع سازی میکنه برای چی هست؟ پیشبرد مسائلش. در رأس پیشبرد مسائلش منافع ملی هست. پس بنابراین دولت ملی موقعی شکل میگیره که فرد به این آزادی برسه و از طریق اراده خودش بخواد اعمال حاکمیت بکنه و در نتیجه دولت ملی درست میکنه، ارتش ملی درست میکنه. اون ارتش دیگه ارتش شاه نیست، ارتش شیخ نیست، ارتش باید به ملت سوگند یاد کنه، نه به شخص معینی، نه به ایدئولوژی معینی، نه به دین معینی. سپاسگزار آقای رئیس. بفرمایید، خواهش میکنم. با عرض سلام و ادب خدمت دوستان عزیز، من یه سوالی دارم از جناب آقای رئیسی و اون اینه که اگه ایشان امروز بر حسب اتفاق اومدن شدن رئیس قدرت مطلقه در ایران، چون قیافه آقای استالین هم دارن مثل استالین قدرتمند باشن در ایران، و شما جناب آقای فروزنده چون سابقه هم کار داشتید در سازمان برنامه شما را بکنم مسئول امور اقتصادی در ایران، خواهش میکنم در ایران مشخص برم این که به صلاح پیاده خواهیم کرد که مسائل اقتصادی ایران که امروز ما همه بهش واقفیم حل بکنم. من گوش میکنم. بذارید بله، متشکرم از سوال تو هم با طنزتون، ولی اجازه بدید من به جای آقای رئیسی و خودم جواب بدم. اولا هیچ شرایطی پیش نخواهد اومد که آقای رئیسی قدرت مطلقه پیدا کنن در ایران، و اگر آقای رئیسی قدرت مطلقه پیدا بکنن در ایران، من هرگز از این طرفیشون قبول نمی کنم که مسئول امور اقتصادیش باشن. بر سر ما هم همون خواهد رفت که بر سر همه دیکتاتورها رفته. متشکرم. اجازه بدید خط بعدی رو بگیرم. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما. درود بر شما. جناب آقای رئیسی، دو تا یا سه تا سوال کوتاه دارم اگه جناب علی اجازه بفرمایید شما و از آقای رئیسی سوال کنم. بفرمایید. با اجازه شما از خود شما شروع میکنم. اینی که فرمودید باید خون بدیم تا آزادی رو بگیریم، بله درست میفرمایید، اینو من با شما هم عقیده هستم، ولی یادتون نره که امام خمینی کار مهمی رو انجام داد که ما در عرف این 35 سال کار 1400 سال رو دیدیم چی بوده. پس یه ادوانتج گرفتیم که اسلام چجوری هست و واقعیت اسلام رو دیدیم.
اگه اجازه بدید از آقای رئیسی سوال دارم. بفرمایید. جناب رئیسی، من برنامه شما رو گوش کردم هفته‌های قبل و امشب، یه سوال دارم اگه اجازه بفرمایید سوال کنم. میتونید جواب بدید، اگر هم نه میتونید جواب ندید. این چیزایی که جناب عالی میفرمایید استدعا دارم اگه امکان داره بفرمایید اینا مربوط به رشته تحصیلی جناب عالی بوده؟ بله ادامه بدید، بعدن جوابتون میدم. اگه مربوط به رشته تحصیلیتون بوده، توی این 35 سال چرا شما نیومدید شروع کنید؟ بعد از 35 سال من فکر میکنم که یک آدم بسیار بسیار معمولی هستم. خیلی دیر شده و دیگه وقت صحبت این کشور و اون کشور نیست. ما داریم به راحتی کشورمون رو از دست میدیم و به نظر من اولین اقدام آشتی سیاسیه. ما خفه شدیم از گروه های سیاسی مختلف. آقا یک نفر مشخص کنه ما باید به کی بگیم بله یا نه. من نمیتونم آقای رئیسی به شما رأی بدم چون بنده شما رو نمیشناختم. با عرض معذرت اینو عرض میکنم، قصد توهین ندارم. ما خمینی رو نمیشناختیم، به عنوان رهبر دینی به این رأی دادیم. ببینید چه بلایی به سر ما آورده. حالا شما چجوری فکر میکنید که اگه احتمالا، نمیگم حالا شما، مثال میزنم، ما چجوری میتونیم به شما رأی بدیم که فردا مصیبتی بدتر از مصیبت خمینی به سر ما نیاد؟ با عرض معذرت امیدوارم که دلتنگ نشده باشید، واقعیت دلم بود خدمتتون عرض کردم. شبتون بخیر. آقای رئیسی. بله من اینجا صحبت نمی کنم، صحبت تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری یا چیزی دیگه که به من رأی بدید یا ندید. آقا هنوز بنده هم به سر بستری نیست که اصلا خودم رو کاندید بکنم یا نکنم. به همین دلیل متاسفانه ایرانی ها دوستان عزیز ما دیدن، چون دیدن که هر کس صحبت میکنه میل به کسب قدرت داره، این اندیشه دوشون رایج است که هر کس در سیمای نظریه پرداز یا علاقمند به نظریه پردازی ظاهر میشه، بلافاصله فکر میکنن خیز برداشته برای قدرت سیاسی. دوم، دوست گرامی من، همیشه کسانی میتونن فکرهای خوب یا فکرهایی داشته باشن که خودشون بیندشن، بخوانن. خب خیلی ها دیدم تو کشور ما دکترا میگیرن، اصلا در مورد مسائل سیاسی چی نمیدونن، مسائل فرهنگی چی نمیدونن. و بیا برعکس، مثلا فرض کن فلان کس دکترای در خارج کشور در مورد بکارت نوشته، بکارت در اسلام چیست، بعد در مورد هر مسئله جامعه شناسی، اقتصاد، فلسفه و اینا همی از صحبت میکنه، دکتر فلان، دکتر فهمان. از این دکترا هم من زیاد دیدم که چیزی به اصطلاح در این زمینه، ممکن در کار تخصصی خودشون پزشکی هست یا هرچی هست تخصص واقعی داشته باشن، ولی متاسفانه تو جامعه ما به فکر، به اندیشه، به بیان توجه نمی کنن، به تیتل توجه می کنن. یکی از خصوصیاتی که از آمریکا یا من خوشم میاد این است که این رو توی تجربه کاریم دیدم، توی چاهای نفت طرف مهندس بود با مدرک مهندسی آمد استخدام بشه، کسی دیگه با تجربه آمد، رئیس شرکت گفت آقا شما برید اول یکم یاد بگیرید بعد بیایید، ایشونو من استخدام میکنم، نو کلاس سواد داره، مهم نیست، کار رو عالی انجام میده. متاسفانه این فرهنگ توی ما یک نوع اشراف منشی چیزی به وجود آمده و با این قضیه برخورد میکنن. در رابطه با مسئله که دوست گرامی ما مطرح کردن، در قدرت سیاسی هیچ وقت بر پایه اخلاقی بودن فرد رأی نده عزیزم. این خطای بزرگی که جامعه ما در سال 57 کرد که فکر کردن این عارفه، این صوفیه، این آیت الله، این معلم اخلاقه، پس برتری داره. خطرناکترین کار همین است. آقای رئیسی این نزنید روی ربط، صداش میاد این طرف. معذرت میخوام. خواهش میکنم. پس بنابراین طوری رأی بدهید، با این دستت رأی بده، با اون دستت ابزارهایی تو دستت باشه که اگر طرف به قدرت رسید بلافاصله از مسیر خارج شد همونجا بتونید بکشش پایین، به جلوش بگیری. ما 100% هستیم، چک سفید میدیم به یه بابا برو، آقا
این خطای بزرگی است که تو میکنی. قدرت مشروط باید باشه، معدود باید باشه، تعویض پذیر باید باشه، پاسخگو باید باشه. اگر این فرهنگ سیاسی تو کشور ما رشد بکنه، اون موقع دیگه دیکتاتور به وجود نمیاد. ملت همیشه در دستش ابزارهای قدرتمندی وجود داره که از شکل‌گیری خودکامگان جلوگیری میکنه. آقا اون موقع دیگه ترسی نیست. یک فرد رو اشتباه کردی، اشتباه کردن هم حق ملته، میتونن اشتباه ملت های مختلف به اصطلاح قدرتمند هم اشتباه میکنن، ولی وقتی اشتباه کردن میتونن 6 ماه بعد اشتباهشون رو از طریق قانون و با قدرت که در دستشون هست میکشن پایین، قدرت رو استیزاش کنن، رئیس جمهور عوض کنن. مال ما یک آدم دیوانه مالی خولیایی فلان رو 8 سال میارن، اقتصاد کشور رو فلج و نابود میکنه و انبرش مشتبه شده که نور امام زمان در درون این حلول کرده و چنین بیماری که باید کارش بره تو بیمارستان و تیمارستان با این عقاید، میاد 8 سال مملکت رو بیروز سیاه میندازه و ملت عاجز و درمانده، قدرت این رو نداره که این رو به زیر بکشه. خب این اشتباه خود ماست، اشتباه رو نکنید. و به همین دلیلم علت این که کارها هم پیش نمیره برای که فرهنگ سیاسی ما عقب مانده است. چرا؟ برای که به اصطلاح پیش شرط هر چیزی گفتگو هست، گفتمان هست. یعنی چی؟ آقا اینا به اصطلاح هنوز فرهنگ سیاسی و گفتگو تو ما ایرانی ها چیز نیست. همین سوالاتی که امشب من چند تاش دیدم و همیشه هم شاهدش هستم، سعی میکنن با منفور کردن قیافه طرف، با منفور کردن فکرش، عنصر اندیشیدن رو از همه بگیرن. طرف متولی فرهنگه، توی مملکت تو تلویزیون ها میاد میگه من فلان کتاب رو تو سطل آشغال میندازم. هاینریش هاینه، اندیشمند و نویسنده بزرگ آلمانی 100 سال قبل از هیتلر، گفت کسی که کتاب را بسوزاند، کسی که کتاب را بسوزاند انسان را خواهد سوزاند. 100 سال بعد هیتلر در همین برلین، اول کوی از کتاب در میدان ببل پلاس در برلین انباشتن، هیتلری هاش هورا کشیدن و کتاب ها را آتش زدن و بعد چی؟ گروه های آدم سوزی به پا کردن. حرف هاینریش هاینه درست در من. کسی که به قول قرآن میگه انسانی را کش، انسانیت را کشته است. ای کاش مسلمان ها این رو تو مغزشون بکنن، کسی که انسانی رو به هر دلیل کش، انسانیت را کشته است. دیگه اون موقع اگه این فکر بیاد دیگه داعش پاعش میدان نمیگیرن که مرگ و کشتار رو به فضیلت تبدیل بکنن. و یا اگر ما این اندیشه رو تو خودمون میداشتیم، اون موقع خودمون محور عالم قرار نمیدادیم و منفور نمی کردیم، دیگه کتاب رو تو سطل آشغال نمینداختیم. کسی که کتاب رو به سطل آشغال بیندازه، انسان رو به سطل آشغال بیندازه، افکار دیگه رو، متفاوت اندیش رو نابود میکنه. این فاشیسته. متاسفانه همچه آدم های میان صحبت میکنن، هورا هم براشون میکشیم، میگیم آقا این کار رو نکن. بنده یکی از مؤثرترین کتاب هایی که کلاس پنجم دبستان رو من اثر گذاشت، کتاب ویکتور هوگوه، نه کتاب های چپ، نه کتاب ویکتور هوگوه، بی نوایان. چنان حس انسان دوستی در من به وجود آورد که نسبت به ضعیف فداکار بشم، مثل جان والژان. جناب اشاد رئیسی، این کتاب رو بذارین اونجا، نه اینکه چون احساسات من تحریک کرد حالا درد نمیخوره. اون متناسب با اون سن من بود، متناسب با سنم کتابم میخونم، میام جلو. سپاسگزارم. خیلی متشکرم از شرکتتون برنامه. بینندگان عزیز، وقت برنامه امشب من به پایان رسید. هر جا که هستید، از شما به شما آقای رئیسی روز بخیر میگم، امیدوارم روز خوبی داشته باشید. تشکر میکنم از اینکه آمدید و با ما بودید و به اتفاق شما از بینندگان عزیز خداحافظی میکنم. هر جا که هستید، لبهاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام.